بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که این روزهای آخر سال 1395 رو با خوبی و شادی پشت سر بذارید و به زودی سال 1396 بهار خوبی براتون باشه و به قول اون کتاب معروف، برف‌ها آب خواهند شد، بهار از راه میرسد. امروز ساعت 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن و 12 ظهر وقت کالیفرنیا با آقای مهدی ذوالفقاری هستیم. سالهاست کارهای رادیو تلویزیون انجام داده و گفتم یک حسن ختامی باشه برای برنامه‌های تلویزیون مردم، سربی با مردم. ضمناً امروز آخرین برنامه من هست، حتما خوشحال میشید. خیلی خوشحال نشید، منظورم آخرین برنامه در سال 1395 هست و دوشنبه امیدوارم که بتونیم باهاتون باشیم، ولی اگه ایام عید خیلی بهمون خوش گذشت ممکنه دوشنبه جیم فنگ بشیم. این ماجرای جیم فنگ هم تو سربازی معروف شده بود که وقتی در میرفتی بهش میگفتن فلانی جیم شده، جیم فنگ. خب این ماجرای آقای مهدی ذوالفقاری تا حالا من چند بار به صورت خیلی کوتاه باشون مصاحبه کردم. یکی از اون مردای صادق این رادیو تلویزیون های ایرانیه، کم داریم مثل ایشون، میتونم بگم نداریم. در صورت مدت ها توی رادیو تلویزیون ها بودن، بعد دیدن که بابا این رادیو تلویزیون ها هیچ کدوم کارشون درست نیست، خودشون رو به وسیله نشریه‌ای که به نام خبر برای شما یا برای ما میفرستن به اصطلاح همینجور مشغول، که نمیخوام بگم خودشونو مشغول نگه میدارم، در صورت از مبارزه دست بر نداشتن و به این صورت خدمت خود رو به جامعه انجام میده. گفتم که ما جامعه هستیم که تفاوت خدمت و وظیفه رو نمیدونیم. وظیفه اونیه که شما یه پولی میدید به یه نفر، اون در قبال اون پول یه کاری برای شما انجام میده، اون وظیفه‌شه. خدمت اینه که بالاتر از اون کار برای شما یه کاری انجام بده که بابتش حقوق نگرفته، حالا یا فداکاری کنه یا یه کاری رو انجام بده که به نفع شما باشه. و ایشون تا اونجایی که من میشناسم خدمتکار جامعه ایرانی بوده. شاید هم بیشتر از ایشون خوشم میاد چون ایشون هم تو آلمان بوده و ما هم 2 سالی اونجا بودیم. بگذاریم، ساعت 3 بعد از ظهر که میشه 12 ظهر کالیفرنیا با ایشون هستیم و ما سعی کردیم امروز کراوات سبز بپوشیم چون روز سن پتریک. اینجا هم که میدونی همشون آخوند و ملا و امام دارن، یه روز روز سنت والنتاینه و یه روز سنت پتریکه که ایشون گویا آیریش تشریف داشتن. در اصل آیریشا یا ایرلندیا امروز توی آمریکا 5 بیلیون دلار خرج میکنن فقط چی؟ عرق، مشروب، خوراک. و مواظب باشید اگر میرید بیرون، با وجودی که اینا سابقه مشروب خوری دارن و به قول معروف هفت خط هستن، ولی بازم اینقدر زیاد میخورن که باید مواظبشون بود. جمعه است 17 ماه مارس 2017 میلادی، 27 اسفند 1395، و بعد از برنامه خودمون با اون فیلم سوپر استار که پتیک لطف کرده و حمایت کرده که پخش کنیم، و دیروزم من 3 بار تماس گرفتم با آقای علی حیدری بلکه بتونم صحبت کنم، نشد. ولی بعد پتیک برای من نوشته بود که اون شماره که من میگیرم 2 کم داره. گفتم خب ما همه چیز باید نشون بدیم که کارمون خرابه و این شماره تلفن نوشتن هم من فکر کردم شماره رو از پشت ماشین ایشون نوشتم، ولی 2 کم نوشته بودم. بذارید ببینم حالا میتونم ایمیلی رو که پتیک برای من فرستاده نگاه کنم، از رو اون 1 تماس بگیریم. و برای که این بنده خدا آقای علی حیدری هم توی درد سر نیفته، 1 زنگ بهش بزنیم، فقط سال نو رو تبریک بگیم و از اینجا ازش تشکر کنیم. اگر این شماره هست، چون عمومی هم هست، ایرادی نمیبینم که در برنامه هم بگم. روی ایران هستیم. اجازه بدید دوستان من این
برنامه فیسبوک رو از روی صفحه سوربی به صفحه مردم تیوی هم شیر کنم. شما هم اگه دوست دارید این کار رو انجام بدید. شیر کجا؟ صفحه‌ای که ما منیجش میکنیم چی اسمش؟ بله می‌نویسیم حالا سوربی با مردم و کجا؟ USA هستیم، در آمریکا. پست تموم شد رفت. حالا بریم سراغ آقای علی حیدری در ایران. امیدوارم دیر وقت نباشه. نه الان با ساعت شنیدم تو ایران ساعت 10:11 تازه مردم میرن بیرون، میرن کافه. اینجا ساعت 6 که میری همه شامشون خوردن رفتن. 6 که نه، 8 که میری. خب بذار ببینم شماره ای که به من دادن ایشون 912 درست میگم 912 210 59 062. توی اون فیلم روی ماشینشون هم این شماره تلفن رو نوشته بودند آقای علی حیدری. و از گاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. The mobile set is off. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. خب حالا چی میگن؟ اینا میگن قسمت نبود، ما میگیم، اینا نمیگن. دیروز من میخواستم زنگ بزنم اگه آقای علی حیدری باشه یه مصاحبه 10 دقیقه‌ای 15 دقیقه با ایشون داشته باشم و این رو به عنوان ایدی تقدیم کنم به پتیک، به شما دوستانی که قدم خیر برمیدارید در راه دیگران. و نشد دیگه، چه کار کنم؟ پتیک شما بزرگتری، ایدی معمولا شما باید به ما بدی، ما وقتی هم میخوام بهت ایدی بدیم نمیشه. ولی وقتی که من دوش گرفتم آمدم اینجا نشستم، دیدم که یه نفر پیغام گذاشته و این پیغام آقای پتیک بود که خوشحالم که اون موقع گوش دادم، اشکم اون موقع در اومد که حالا دیگه دوباره نخوام اشک بریزم. دوستان ببینید چی میگه این مرد، ببینید این شب عیدی چی میگه. اولا توی 1 دقیقه سلام کرده، تبریک گفته، قصه دلش رو گفته، اشکشم ریخته. بشنویم. ما کاکو جان سلام. فدی جان، فرا رسیدن نوروز را به شما و کلیه هموطنان تبریک عرض نموده شادی خرمی یکایک را آرزو می‌کنم. در پایان سال و گفتارم میخواهم از صاحبان مشاغل درخواست کنم تو را به آن چیزی که اعتقاد داشت، افرادی که تازه به اینجا آمده و راه چارا نمیدانند و میخواهند کار کنند و لقمه نانی به دست آورده به بیگاری نکشید و بعد از 13 روز کار داغت فرسای نامبدی از 6 سلطان نوشن به عنوان حقوق $30 گیفت شاپ والمارت. بله $30 بدرقه نکن. اگر تمایل داشتید با کمال میل اسم آن فرد و آن فروشگاه را اعلام خواهد. موفق باشید. نمیدونم حالا دیگه ببینید بنده خدا بغض میکنه. اون وقت ما ایرانی ها هی میان پوز میدیم، هی میان میگیم اینجوری. بابا ایرانی که میاد از ایران وقتی احتیاج به کار داره اون ایرانی دیگه ازش سوء استفاده میکنه. نه آقا اسمشو بگی چه فایده داره. امروز روی فیسبوک آقای پیروز محبی دیدم اسم یه فروشگاهی رو نوشته، بعد نوشته از این فروشگاه اگر چی میخرید کاغذتون نگاه کنید بهتون دولا سلا حساب میکن. نمیدونم، اگه بگیم با همون بد میشه، نگیم جامعهمون این میشه. و اما امروز آقای حسن خزایی هم لطف کرده پیام گذاشته. حسن جان ببین تو کار رادیو تلویزیون یه نظم و ترتیبی باید داشته باشه. حالا درست ما ایرانی ها همه چی رو بی نظم و بی ترتیب میکنی، ولی بازم تو همون بی نظمی هم یه نظم و ترتیبی هست. مثلا وقتی آقای مهدی ذوالفقاری با من تماس گرفت و گفت بابا من این چیزای اسرائیل رو میفرستم، منظورم این نیست که من از اینا حمایت میکنم، دارم این خبرها رو پخش میکنم. من گفتم اگر من چیزی گفتم تو برنامه که سوء تفاهم ایجاد شده که مردم فکر میکنن شما طرفداری میکنید، یه مصاحبه با هم داشته باشیم، این سوء تفاهم برطرف بشه، فلان روز فلان ساعت. ایشون هم لطف کرد از طریق اسکایپ به اصطلاح تماس گرفت و
ما هم قراره نیم ساعت دیگه، چقدر 50 دقیقه دیگه با هم صحبت کنیم. اینجوری که شما امروز زنگ میزنی میگی این کاری که کردی خوبه، پیامتو بذار مثل پتیک من پخش میکنیم، ولی آقا من پیام گذاشتم که به هم زنگ بزن، اینجوری کار نمیکنه. آقای منوچهر ازش ممنونه. این مرد چقدر مرتبه. گفتم بهتون یه دفعه من گفتم این کاغذها رو نصف کرده، بعد من این کاغذها رو نصف نکردم. وقتی که شرکت خودم رو داشتم این کاغذها رو اوردر داده بودم به این اندازه برای یادداشت و اینا، حالا دو تاشو اینجوری میذاره رو هم میچسبونه، پولم میذاره داخلش، پست میکنه. والا 1,000,000 دلار در سال در ماه نمیده، 10 دلار، ولی این لطفشو نشون میده. این نشون میده که آقا من که میام اینجا، اون میگه آقا کاری که تو میکنی من ممنونم ازت، منم از شما ممنونم آقای منوچهر بستون عزیز. منوچهر قبلا هم در برنامه ما بوده، به زودی هم سعی میکنم که اگر بتونه کامپیوترش را بندازه از طریق اسکایپ. و ایشون نوشته که 13 یا 12 مارچ 2017 آقای سرویس سلام، شاد و موفق باشید و لازمه زندگی است، شاد و موفق باشید که لازمه زندگی است. مبلغ 10 دلار برای ماه مارچ ارسال میدارم، خوشمندم وقتی به من بدهید که پاره توضیحات که شامل حکومت آینده ایران شورایی و برخی پرسش ها ببخشید و فروش کتاب هایم خواهد بود برقرار باشید. آقای منوچهر عزیز، بله خب ایشون اینو نوشته و من براشون تماس میگیرم، یه وقتی میذاریم میاد. شما هم لطف کردی پیام گذاشتی، پیام شما رو ما پخش میکنیم. ولی ببین این پتیک چقدر قشنگ پیام گذاشته، سلام احوال پرسی و شهر حال و نمیدونم ذکر مصیبت و تبریک سال، باور کن همش دو 50 و چند ثانیه. حالا ببینیم که شما همشهری عزیزمون چی میگی، بشنویم با هم، بفرمایید. الو سلام عرض میکنم آقای سعودی، حال شما چطوره؟ روزتون بخیر. حتما میدونید امروز 17 است، من وقت دو تا عدد با هم شبیه میشه، من یادم به یاد میفته. اگر لطف فرمایید من متوجه نشدم چی میگی. حتما میدونید امروز 17 ساعت، بعد شما یاد 11 11 11 میفتید. دوستان 11 11 11 روزیه که این دوست و همشهری عزیز ما با تلویزیون مردم آشنا شده، روز 11 ماه نوامبر سال 2011. خیلی خوشحالم 5-6 سال الان با ما هست. ایشون هم لطف میکنه حمایت میکنه، قرار بود خبرهای اوپنینگ برنامه رو چیز کنه، گرفتاری داره، از مادرش نگهداری میکنه، مشکلات دیگه هر کدومون داریم و امیدوارم در سال آینده مشکلات کمتر بشه و ایشون بتونه با من و شما باشه. ولی من این قسمت رو نفهمیدم، دلیلش اینه که شما نمینویسی، شما گوشی رو برمیداری میگی حالا میدونم من چی میگم، یادت میره. والا بلا اگه ما هم ننویسیم یادمون میره، ما تازه مینویسیم و یادمون میره. بنویس عزیزم، بنویس. یک به سوربی بگم که نمیدونم مثلا قسمت 11 11 این، قسمت 2 این، اینجوری. در صورت گوش بدیم ببینیم چی میگن ایشون. یا تماسی با من بگیرید ضمن برنامه، میخواستم یکی دو دقیقه تبریک بگم به شما و بینندگان و شنوندگان و به امید همکاری بهتر. ما که در دفتر شما برنامه داریم و همین پیام رو هم بخواید پخش کنید مسئله نیست، کافی هست. میدونم یک ساعت و نیم مونده به برنامه زنده تون و من در دقیقه 90 و در اون میگن محدوده فوتبال میگن ها که نزدیک گل هست آفساید، من اونجا نمیشه خلاف کرد، خلاصه رادیو زنگ دادم. برای اتفاقا اونجا میشه خلاف کرد، فکر کنم وقتی که شما میری پشت سر گلر یا پشت سر بک، چون فوتبال اصلا خوشم نمیاد تو ایران، والیبال بازی میکردم، بسکتبال بازی میکردم، بعدم که دیگه رفتیم به اصطلاح سراغ کشتی و اینها، تو هیچ کدومش هم هیچی نشدم الحمدلله. و ممنونم عزیزم، شما اولین کاری که میکنی دیدی من این قلمو اینجا گذاشته بودم، یه قلم یه کاغذ، درست مثل این منوچهر عزیز ایشون دو تا کاغذ میذاره، یکی هم میذاره تا لازم من ازش استفاده کنم و بنویسم. لطف کن بنویس، تماس بگی و
خوشحال میشیم ما صداهای مختلف، نظرات مختلف رو اینجا داشته باشیم. درباره نظرات مختلف من یه دوستی دارم که اینم یه کمی مثل خود من دیوونه است و مغزش پارسنگ برمیداره. این پارسنگ برمیداره میدونید یعنی چی؟ یعنی مغز معمولی رو اگه بذارید توی ترازو، مغزهای ما که دیوونه هستیم باید یه دوتا پارسنگ سنگای ترازو بذاریم بغلش تا هم ردیف اونا بشه. همیشه هم گفتم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. اینم سالها با من دوسته، دوستیه که دعوا میکنه، دوستیه که نق میزنه، دوستیه که مشکلات زندگی و خانوادگی خودشو با من در میون میذاره و منم از این بابت ازش ممنون و متشکرم. پریروز بعد از چند سال که من فکر میکردم این یا زندانه، دردسری براش پیش اومده چون یه دوتا مشکل بزرگ برای خودش درست کرده بود، یا اینکه خدای نکرده اصلا یه طوری شده، فوت شده یا رفته دیگه اصلا کاری به زندگی نداره، یه ایمیل باز کردم دیدم ایمیل اونه و خوشحال شدم. خوشحالتر شدم دیدم از برنامه من ایراد نگرفته، فقط از لباس پوشیدنم ایراد گرفته. اونم چه ایرادی، من رو مقایسه کرده با این سخنگوی دیوانه کاخ سفید آقای شان سپایسر و گفته که مثل اون لباس پوشیدی. آقا دیگه لباس یه کت، یه کراوات، یه پیرنه، یه شلواره که ما هم ممکنه بعضی وقتا حتی لخت نشسته باشیم چون دیگه برنامه ها هر کسی شما تا اینجاشو میبینید و توی رادیو تلویزیون های بزرگم من رفتم آمدم، بعضی وقتا تابستون هست طرف با شورت رفته سر کار، اونجا کتشو پوشیده نشسته برنامه اجرا کرده، بعد از برنامه هم کتشو در میاره میزنه اونجا با یه تیشرت رانندگی میکنه میره خونه. در اصل خیلی خوشحال شدم، ولی قربونه برم این همه آدم، شما آدم چند بود که ما رو با این شان سپایسر دیوانه دروغگو که آقای بیلمار میگه این مثل اسپری های هست که توی توالت میذارن وقتی یه نفر بوگند میکنه اینو میزنن بعد میگه این اسپری از اون بوگنده بوگندتره، این اسپری آقای دونالد ترامپ. دونالد ترامپ هر دروغی میگه این دیوانه باید هی بیاد و فکر میکنم اون یه آقای بود سامتینگ سنو از دست جورج بوش سرطان مغز گرفت نمیدونم چی شد مرد، فکر کنم این شان سپایسر استرس دیگه آدم میکشه، فکر کنم از دست دونالد ترامپ. دونالد ترامپ هم اونایی که طرفدارشن الان شروع شده که ضرر کنن، درست آدمای سفید پوسته کارگر و یه سریشون هم معتاد که فکر میکردن این میاد و در بهشت باز میکنه، الان بیمه هاشون باطل میشه، الان بیمه هاشون گرونتر میشه و هر کاری که این داره میکنه به ضرر این گروهه و به نفع اون بالادستی ها. اینم نتیجه این که حرفای یه دروغگو رو باور کنه. در صورت ممنون و متشکرم به ایشون، گفتم شما لطف کن یه دونه کچلوار، یه کراوات، یه دونه پیرن، حالا کفشم خاصی بفرست بفرست، بعدا من اینو میپوشم میگم اینو آقای فلانی داده که ما اینجا خوشتیپ باشیم. ایشون گفت نه من یه پیشنهاد بهتری دارم، شما برو در کمد تو باز کن، هر چیزی که 2 سال کهنه تره بریز دور، هر چیزی رو که تو 18 ماه گذشته نپوشیدی بریز دور. فهمیدم این برنامه خانم اپرا رو نگاه میکنه چون اپرا هم همینو گفت، حالا اپرا هم از یه جای دیگه شنیده و فکر بسیار خوبیه. دوستان سعی کنید الان که سال نو پس فردا یک شنبه شب یا دوشنبه صبح بستگی داره کجای دنیا باشید، سال نو فرا میرسه، شما هم یه خونه تکونی، کمد تکونی، آفیس تکونی، نمیدونم چرا تکون بهش میگفتن، این نظافت و این و هر جایی که تو این منطقه اینجوریه، هر جایی که رد میشی تو این شاپینگ سنترها یه ظرفای یه چیزای بزرگی گذاشتن، باکس، قوطی‌های آهنی بزرگ و شما میتونید لباسایی رو که نمیخواید بریزین داخل اون. سعی کنید لباسایی که میریزید اونجا تمیز باشه که اون بیچاره‌ای که حالا میخواد یه پیرن برداره مجبور نشه بره بده $3، $5، $2 تازه بشورنش. اینم از این. و اما آقای چمنارا ضمن تبریک سال نو به شما، شما یه پیامی گذاشتی من برات نوشتم که من برنامه رو اجرا کردم، شما هم میتونید نظرتون رو بگید، ولی وقتی نظر اینجوری میگید من نمیتونم فقط پیام شما رو پخش کنم برم، باید یک گفت و شنود غیابی داشته باشم. و اما گفت و شنود غیابی ما به این صورت، بنده میگم آقا خانم
رسم و رسومات تا موقعی که بچه هستی، تا موقعی که متوجه نمیشی غلطه، انجام بده، خوشحال باش، دندونتو بذار زیر متکا بشین تو بهت پول بدن، روی آتش بپر تا رنگت سرخ بشه. ولی روزی که فهمیدی که دیگه نباید خودتو به نفهمی بزنی. درباره جشن هالووین اینجا گفتم، درباره کریسمس اینجا گفتم، درباره چهارشنبه سوری هم میگم. شما میگی بله اونو اون بده، این یکی هم بده، ولی خب مال بابامونه دیگه، مال پدرانمونه. بعد این وسط یک کمی زرنگی میکنی. زیرک بودن خوبه، زیرک و باهوش، ولی زرنگی یک کلمه ایه که هم میتونید استفاده کنید در جهت خوب، هم میتونید در جهت بد. شما اینجا زرنگی کردی برای من. کجا؟ حالا با هم صحبت میکنیم. بشنوید آقای مهندس سهراب چمنارا روی وبسایت خودشون، روی فیسبوک خودشون، روی قانون.org هم هستن و چندین اسمشون رو توی گوگل تگ کنید، چندین برنامه هم در تلویزیون مردم داشتن و ممنونم که با همه اختلافاتی که با هم داریم مثل دو تا دوست میتونیم با هم صحبت کنیم. بفرمایید آقای چمنارا، در خدمت شما هست. سلام آقای سربی، من چمنارا هستم. فقط میخواستم یک کامنت کوچیکی در مورد این چهارشنبه سوری که مطرح فرمودید گفته باشم. همونطور که میدانید من هدف اصلیم قانون اساسیه و تمام این بحثها را یک بحثهای انحرافی میدانم، ولی چون شما موضوع شاهنامه را پیش کشیدید و یک خورده، اگه این بحث ها رو بحث های انحرافی میدونید، منظورتون اینه که من دارم شما رو منحرف میکنم. شما اگه میدونید خود نیفتید تو این دام انحراف، کاری به من نداشته باشید. شما برنامه خودتو ادامه بده. چرا تا یکی میاد میگه فردوسی شما میخواد بیا جواب بدی؟ چرا تا یکی میاد میخواد بگه چهارشنبه سوری شما میاد جواب بدی؟ شما اون اصل و باور قانون اساسی تو بگی، اون تبلیغ کن، اونو گراسروت موومنت یا جنبش‌های مردمی و از پایه شروع کن و برو دنبال کارش. نذار من منحرفت کنم، نذار آقای ایکس منحرفت کنه، نذار آقای ایگرگ منحرفت کنه. این یه قسمه. بفرمایید. نامهربان بودید نسبت به این سنت قدیمی ایران. خیلی خوشحالم که شما مخصوصا کلمه این سنت رو استفاده کردید. دوستان، آدم های سنت شکن آدم های خوبی بودند و هستند و خواهند بود. شما هم سعی کنید اگه یه جایی به یه سنت زشتی برخورد کردید همون موقع بشکنیدش. اصلا رعایت بابام و بابا بزرگ و مادر بزرگ و اینا هم نکنید. شما که شروع کنید بعد از بین میره. اگر سنت شکن نداشتیم هنوز من و شما باید با خواهر خودمون، با مادر خودمون ازدواج میکردیم. اون سنت رو شکندن، اونایی که خواستن یک کم تخفیف بدن گفتن حالا خواهر خودمون رو ول میکنیم، مادر خودمون رو ول میکنیم، دختر عمو و دختر خاله و دختر نمیدونم عمو که هست، که اونا هم باید این سنت زشت و غلط پزشکی رو بشکنن. ولی نمیشه آقا دیگه، حالا حضرت محمد گفته، بابامون هم گفته، تازه از هم نمیدونم بابای من با دختر خالش ازدواج کرده، منم با دختر اینجوری، با بریزیم سنت ها رو دور. برید این فیلم تو ایران میگفت، نوشته بود ویالون زن روی پشت بام. اینجا میدونید ویالون چند نوع داره، این فدلر فکر کنم بهش میگن فدلر آن د روف. برید این فیلمو ببینید که نشون میده این سنتای زشت اتفاق مال یهودیام هست. دو ساعت سه ساعت من هم فیلم میشیدم هم نمایش شدیدم توی این ولف ترپ و اینا. برید اینو ببینید، باید اینا بشکنه، دور ریخته بشه، و الا همیشه همین اوضاع رو داریم، هیچ کم نمیتونی نزدیکشون بشه. حالا بفشنم ببینیم ایشون در رابطه با چهارشنبه سوری که منحرف شده از قانون اساسی چی میگه. بفرم. این بود که گفتم یک کامنتی بگم. به هر حال همونطور که گفتم این یک رسم قدیمیه و همونطوری که سایر کشورهای دنیا همه یک رسم و رسومی دارند که اگر شما به ریشه هاشون برگردید میبینید که همونطوری که شما گفتید و آقای
اینجا زرنگی کردی، همون جوری که شما گفتی، همون جور اون آیت الله قدیمی، آیت الله مطهری رو شما میگی که این آیت الله و اینا، آقا من و شما آیت خدا هستیم. اینا کیان؟ یه مشتی آخوندی نشسته، دوتا عالم منقول بود، چی بود؟ منقول پنگول بود، چنگول بود، رفته خونده و اینا شدن آیت الله و حجت الاسلام. اگه خدایی باشه، آیت خدا منم، آیت خدا شما هستیم. ولی اینی که من بچسبونیم به آقای مطهری، یکم اینجا کلامون تو هم میره و به قول خود دفعه دی که اومد اینجا با هم باید سرشاخ بشه. نه عزیزم، من کاری به آقای آیت الله مطهری ندارم. من اون روزم گفتم اگر من و شما نشسته باشیم توی مجلسی داشته باشیم عرق بخوریم، یا خوندی میاد ببینیم لباسش خیسه، بعد من و شما تا اینو میبینیم میخوام از اونجا بریم بیرون، میگیم آقا ما رفتیم خداحافظ، میگه آقا بیرون داره بارون میاد، من و شما باید بگیم چون این آخونده گفته ولش کن، آقا بیرون داره بارون میاد، چترتو بردار. حالا این آقای آیت الله، اولا اونا میدونید که امسال زرنگی کردن، گفتن به جای ترقه چه کار کنید، برید قاشق زنی، درست همون چیزی که من گفتم، یعنی گدایی ملت ایران رو یه بار دیگه به یادشون آوردن که شما 7000 سال 10000 سال حکومت پادشاهی داشتید، 38 سال حکومت آخوندی داشتید، ولی هنوز همون گداهایی هستید که باید چادر بندازید رو سرتون و برید در خونه مردم قاشق زنی. اینو جمهوری اسلامی گفت. جمهوری اسلامی آقای چمنارا خیلی از من و شما زرنگتره، زرنگی منفی علیه. چرا؟ شما نگاه کنید این همه آدمای دکتر مهندس حریف 4 تا آخوند نشدیم تا حالا. چرا؟ اون چون میبینه شما دوست داری این سنت و چون مال پدرانمون هست و مثل کشورهای دیگه، آقا یک کشوری هست آدم ها رو زنده میخورن، حالا وسط نمیدونم کدوم جنگل هست و اینا به من مربوط نیست، ولی ما هم باید مثل اونها این کارو بکنیم، یا چون دیدیم اونا اشتباه کردن ما نمی کنیم. پس دلیل نداره چون یک کشور، آقا 4 میلیارد هم دارم چند میلیارد مسیحی هستن، پس اگه شما به تعداد میری باید بری مسیحی بشی. چرا مسیحی نمیشی؟ برای که از نظر شما کار اونا درست نیست. نگو چون اونا هم کریسمس دارن ما باید چهارشنبه سوری داشته باشیم. من میگم هم کریسمس بده، این دوستان کلیمی غالب کردن به مسیحی ها، هم هالووین بده، هم این بده، ولی شما میتونید هر روز جشن بگیرید. شما بگو امروز جمعه، به خاطر جمعه بودن جشن و شادی و پایکوبی و رقص، مگه ما بخیلیم؟ ولی نگو چون سیاوش رفته تو آتش، نمیدونم زن باباش بهش نظر داشته، سوربی تو هم تو قرن 2000، قرن 21 سال 2016 تو مریلند که باید بری از پلیس، یا ویرجینیا که باید بری از پلیس اجازه بگیری که میخوای یه تشت آتیش را بندازی، آتیش را بنداز بپر. آمریکایی هم که رد میشه میگه اینا دیوونه هستن، اینا آدم خوار هستن، اینا کی هستن، اینا چی هستن؟ البته خودشون خیلی از ما بدتر دارن. بفرمایید. آداب و رسومی میشه گفت مسخره است اگر بخواید در اون چارچوب اینها رو بررسی کنید. اون چیزی که مهمه جدایی اینها از حکومته، یعنی باید گذاشت اینها جز آداب و رسوم ملی کشورها باقی بمانند و از بین بردنشون هم محاله، چون اینها نه محال نیست عزیزم، محال نیست. آداب و رسوم بوده که توی جایی که مثلا یه دهی بوده دور از دیگران بوده و اینها، همینجور که بهتون گفتم نمیدونم خانواده ها با همدیگه ازدواج میکردن، حتی پادشاه های ایرانی فکر میکردن خونشون بهتر از دیگرانه، با خواهر خودشون مادر خودشون ازدواج میکردن که یه وقت خدایی نکرده خون کثیف نیاد تو فامیلشون، ولی الان فراموش شده. چرا؟ چون یه نفر وایساده جلوش. شما میدونید یه هزیتیشنی داری، یه خود چی میگن خودتو نگه میداری، به همین خاطر هم هست که دوستان با شما در میفتن میگن تکلیفتو معلوم نمی کنی. از این ور مثلا میخوای با دوستان پادشاهی باشی، از اون ور میگی بابا پادشاهی خوب نیست جمهوری، از اون ور میگی حالا آخونده هم بیان اب ندارن. شما تکلیفتو با خودتو مشخص کنی. من که تکلیفم معلوم، من 20 ساله مردم منو میشناسن چه دیوانه ای هستم و
کاری هم به کار من دیگه ندارن، میگن آقا این دیگه آدم بشو نیست. ولی شما که الان شروع کردی این کارو، نگه منظورم الان چون زود شروع کردی، الان 12 تا کتاب نوشتی اگه اشتباه نکن، خطتون رو معلوم کنید، بگید آقا خط من خط قانون اساسی و سیاسی و در این باره صحبت میکنم، هر کی هم میخواد بیاد به حزب من بپیونده. ولی این که نمیدونم دین از آداب و رسوم باید جدا باشه، اصلا چی حرف دین رو زده؟ اصلا چهارشنبه سوری چه کار به دین داره؟ میگم آقا آخونده تشویق میکنه مردمو، میگه بیا برو قاشق بزن. بهتون نشون میدم، توی یکی از روزنامه‌های ایران بود نوشته بود که به جای ترقه نمیدونم زدن و خطرش و فلان نا، برید همون قاشق زنی، مراسم قاشق زنی رو انجام بدید. خب حالا این مثلا یعنی آخونده شکست خوردن، من و شما پیروز شدیم، که آخونده بعدم میگه نگاه کن اینا روانی ها هنوز دارن گدایی میکنن شب، من دارم نفتشونو میبرم، مالشونو میبرم، ناموسشونو میبرم، ولی اینا میگن این آدابه، باید گدایی کنیم. بفرمایید گدایی کنیم. بفرمایید آقای چمنار. در وجود ایرانی ها بوده برای هزاران سال. حالا دیگه نمیخوام شما رو وارد یک بحث مفصل تری بکنم، و اون این که این داستان سیاوش یک داستان پر ماجرایه که اگر شما از اول تا آخر بررسی بکنید خیلی نکات درش هست، و مهمترینش خون سیاوشه که در زمانی که سیاوش میمیره و خون سیاوش میشه یکی از عواملی که ایرانی ها برای هزاران سال حتی قبل از اینکه اسلام بیاد در موقعی که میخواستن گریه بکنن و غمگساری بکنن همیشه خون سیاوش بیاد میابرد. آقا صبر کن، خوشحالم که شما گفتید داستان، پس این تاریخ نیست. شما میگید هزاران سال. فردوسی این کتاب شاهنامه رو کی نوشته؟ این داستان سیاوش مال کی هست؟ قبل از اسلام هم مردم ایران برای خون سیاوش گریه میکردن، فکر کنم یه جایی تاریخ و همون جوری که گفتم. این هم یکی از همون اشکالات، وقتی که شما تاریخ رو با قصه ها قاطی میکنید بعدن خودتون دیگه نمیتونید جداش کنید، یعنی مثل آب و روغنه، معمولا ماشینا جوش میارن وقتی آب و روغن قاطی میشه. ما ایرانی هم جوش آوردیم، در صورت که اگر آب و جدا روغن و جدا ماشین هم قشنگ کار میکنه، ولی این ماشین فرهنگی ما آب و روغن قاطی کرده، واشر سرسلند سوزونده، باید یه مکانیک خوب پیدا شه بیاد این روغن و آب بریز پایین، سرمون رو باز کنه، واشر سرسلند رو عوض کنه، بعد ببنده، بعدم به همون بگه هی از این به بعد مواظب باش، آمپر آبت رو نگاه کن، به ماشینت فشار نیار، روغنش عوض کن، و الا دوباره آب و روغن قاطی میکنی. من خوشحال میشم در سال آینده، چون این به آخرین برنامه امسال است، در سال آینده با شما گفت و شنودهایی داشته باشیم همینجوری، چیزی که از به جای غیابی حضوری بذاریم مردم قضاوت کنن، بذاریم مردم از اینجا که میرن بگه آقا راست میگه این سهراب چمنارا، این سربی دیوانه است، آقا من سنت چهارشنبه سوری که میخوام داشته باشم هیچ، میخوام برم نمیدونم با خواهر مادر خودم ازدواج کنم، چون چند هزار سال این کارو میکردن دیگه، سنت آدابه، آداب و رسومه. شاید یکی اونگو نه آقا سربی راست میگه، این چیه من چهارشنبه ها برم آتیش را بندازم از روش بپرم، هی بگم زردی تو از من، سرخی من از تو، خب اگه اینجوری دیگه دکتر نرم، هر وقت مریض شدم یه بوته آتیش میزنم از روش میپرم حالم خوب میشه دیگه، زردی اونو میدم به اون، سرخی اونو میگیرم. دوستان نظر شما درباره آقای سهراب چمنارا درباره این قسمت چهارشنبه سوری آداب و رسوم چیه؟ همینجوری که ایشون لطف کرده زنگ زده، زنگ بزنید، پیام بذارید، براتون پخش میکنم روز دوشنبه یا چهارشنبه. زمنا اینم عیدی ما به پتیک، میخوام به اون عیدی بدیم به شما، هر کسی زنگ زد پیام گذاشت تبریک گفت، لازم نیست اسم و فامیلتونم بگید، زنگ بزنید به ایرانیای دیگه، دوست داشتید بگید، دوست نداشتید نگید، دوست داشتید بگید کجا هستید، دوست نداشتید نگید. من یه ایرانی هم 40 سال اینجا هستم، الان فصل بهار که میشه بیشتر
هومسیک میشم، بیشتر دوست دارم که با ایرانی ها باشم. اینا بهتون تبریک میگم هر جای دنیا که هستید. من یه ایرانی هم امروز با یک کسی بهروز کلکل میکردیم و اینا، گفت اینجا الان برف اومده بین ماشینا، اینقدر برف هست که دیگه ما جلو هیچ جا بدش کردیم مثلا ماشینامونو تا ببینیم چی میشه. بهش باید بگم الان بهروز جان امیدوارم همینجوری که خیابونا یخ زده و برف زده قلبت یخ نزده باشه، گرم باشه. بهش گفتم آقا بلند میشدی میرفتی ایران، گفت آقا اینجا سه ماه اگه ول کنی بری بعد یکی میای قاچاقچی ها خونت رو گرفتن، یا یکی دیگه اومده نشسته تو خونت. دوستان این کانادا، این آمریکا، بهترین کشورهای دنیا اینجوریه. یه دوستی ما داشتیم از اینجا منتقل، یعنی منتقل که خودشو منتقل کرد رفت کانادا، رفت کالیفرنیا، خونهشو اینجا یه خونه کوچولی گذاشت برای فروش. گنگ رفته بود تو خونه این که بعد پلیس و اینا گفتن اگه شما نیای اینجا ما مجبوریم در اینجا رو چوب بزنیم ببندیم، چون ما نمیتونیم کنترل کنیم کی میاد اینجا، کی میره، کی کیو میکشه اینجا. این آمریکاست. خب 2 دقیقه و 20 ثانیه ایشون صحبت کردن، فکر کنم من 20 دقیقه صحبت کردم، این 40 ثانیه آخر رو من ساکت میشم. بفرمایید. من و گریه میکردن و همین باعث شد که شیعه ما رنگ و بوی ایرانی داشته باشه و ما وجود امام بود. من گفتم ساکت میشم، ولی شما باور میکنید حرفی رو که مجری تلویزیون بهتون بزنه؟ آقای سهراب چمنارا شما میگید هزاران سال شیعه، چند ساله این صفوی مفوی بوده، کی بوده شیعه رو راه انداخته این گریه و زاری؟ ولی مسلمانای واقعی که بچه ها و پسر عمه و پسر خاله حضرت محمد هستن، این اوضاع و اطفار شیعه و نمیدونم تو سر خودشون بزنن و خاک بمالن و گل بمالن اینا رو ندارن عزیز من. خون سهراب و نمیدونم سیاوش چه کار تو سر زدن اینا داره، سینه زنی داره؟ اینا آخونده برای که هر روز بتونه یه پولی بسازه هر روز این ماجرا رو هی میگه، اینا میزنن تو سر خودشون، اونم اون بالا میخنده میگه شما بزنید تو سر خودتون، من حالا با جیب خالی اومدم اینجا با جیب پر میرم. ساکت باشن. چش بفرما حسینه. به اصطلاح طوری توضیحش میکنیم که به خاطر خون سیاوش که ما هزاران سال عادت کرده بودیم و این در ذات ما بود که برای افراد بیگناه و شهید گریه بکنیم، شیعه رو به وجود آوردیم و یکی مباحثی بود که من میخواستم در هم دوربین ما دیوانه شد هم پیام آقای چمنارا. بذارید ببینم سیستممون از اینجاست یا از اونجا. بله این دوربین بهتون گفتم دوستان اون روز یکم فکر کنم این چون آقای ذوالفقاری میخواد بیاد اینجا این ماجرای دوربین هم هست. بهتون گفتم من اصلا سر ماجرای دوربین با آقای ذوالفقاری آشنا شدم اینها. در هر صورت پیام آقای چمنارا رو شنیدید، نظرتون رو بگید. این دوربین اون روز همین اشکالا براش پیش اومد و من فکر کردم باتریش کهنه شده. میدونید که همه اینا یه باتریای داخلی داره، غیر از اینکه شما بهش برق وصل میکنید یا باتریشو چارج میکنید، یه باتری کوچیکی هم هست که اون اینفورمیشن ها یا ستینگ تنظیماتی رو که شما کردید اون نگه میداره و اگر اونو بردارید مموریش میریزه به هم. و الان ما باتریش هم نو کردیم، باتری ها خیلی خوب ارزون شده، اون وقتا نقل 10 دلار بود الان 3 دلار و 5 دلاره، ولی باز این اشکال پیش اومد، فکر کنم دیگه باید فاتحش رو خوند. و اما یک خانمی بعد از 26 سال این رو خانم شوره عاصمی نوشته که بعد از 26 سال همسرش میخواد طلاقش بده و حاضرم نیست هیچ پولی به این بده، همسره رفته یه وکیل گردن کلفت گرفته. و من گفتم که خب ببینیم مثلا این آقای دکتر ایران بومی چون قبلا اینجا دفتر داشتن با وجودی که وکالتشون توی آلمان و ایران هست، ولی گفتم شاید بتونن اینجا کمک کنن و منتظر هستیم حالا ببینیم که این آقای چمناراز بذارید جواب بدیم. بفرمایید دوست عزیز سوربی هستم. چمنارا هستم آقای سوربی.
ممنونم. شما چطوری آقا؟ قربان شما، داشتم صحبتاتون گوش میدادم. بسیار ممنون. شما باز متوجه عرایض بنده نشدی. شما هنوز برمیگردید به این که شاهنامه این داستان ها متعلق به هزار سال پیشه، در حالی که اینطوری نیست. اینه چندمین بار باید خدمت شما عرض کنم، خدای نامه در اواخر گویا زمان انوشیروان یعنی اواخر ساسانیان میان داستان ها و اسطوره های قدیمی ایران بنویسند و از اون موقع شروع میکنن به نوشتنش. بین میگن خدای نامه. بله. تا اینجا چه فهمیدی؟ بله بله. خب این شد مال کی؟ یعنی 300 سال قبل از اسلام. این خدای نامه بعد بر میگرده به چه صورتی میاد؟ داستانهای مفصلی داره، از روی اون شاهنامه ابو منصوری مینویسن در زمان سامانیان و این یکی از اسنادی است که شاهنامه از روش نوشته میشه. بنابراین وقتی من از داستان سیاوش برای شما توضیح میدم، این داستان سیاوش در پهنه ایران بزرگ، حالا من نمیدانم چند هزار سال پیش بوده، این داستان ها وجود داشته. کاری که فردوسی کرده این داستان ها و اسطوره ها و داستان ها مثل پاشنه آشیل مثلا فرض بفرمایید، یا این اسطوره های یونانی که ازش صحبت میکنن، اینها رو جمع‌آوری میکنه و به صورت شعر در میاره، میشه شاهنامه. بله. تا اینجاش کامل متوجه شدید؟ بله، دفعه قبل تو اون ویدیویی هم که گفته بودید. آفرین. بس بنابراین شما ببین مسئله رو قاطی میکنی اینجا دوست من، که خودم بهتون گفتم ما همه آب و روغن قاطی کردیم. بله قاطی اینه که باید جداش کردینه به هر. حالا امیدوارم از هفته آینده که سال جدید میشه ما بیشتر بتونیم صحبت کنیم که شما هم نظراتون بگید. الله تعالی به امید خدا این کار میکنیم و من دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. ممنونم، به امید دیدارتون. امیدوارم سال خوبی داشته باشید، هم شما هم خانواده شما. خیلی متشکرم، همینطور برای شما و همه بینندگان و شنوندگان. مرسی. خدا حافظ. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، یه بار دیگه سال 1396 رو به شما تبریک میگم. اینجا هم یکی از دوستان این کارت رو فرستاده بود با فیسبوک، نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من فکر کنم تو ایران از این بری میگفتن هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. اینجوری هم درست داره که هر روز نوروز باشه، روز نو باشه و نوروزم روز نوتم پیروز موفق باشی. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد، بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودانه تا ابد نوروز ما. این یادتون باشه یه بیستای از خواننده اون موقع که ایرانی ها خیلی این خواننده خارجی رو دوست داشتن، اینها گذاشتن و میخوندن هموطن نوروز تو پیروز باد و اینها، از فتانه گرفته، ستار گرفته، مرتضی گرفته، اندی و غیره. در صورت فرا رسیدن نوروز 1396 بر شما مبارک باد. این هم از این. ممنونم از آقای چمنارا. آقای چمنارا ببینید، من یه چیزی رو به شما بگم، توی کار مدیا اگه این اختلاف نظر نباشه مثل یه مهمونی خیلی خوبه که همه میشینن هیچی نمیگن. وقتی اون مهمونی خیلی خوب باشه و همه بشینن هیچی نگن، قولتون میدم سر ربع ساعت همه میگن خب خیلی از دیدارتون خوشحال شدیم، خدا نگهدار، بلند میشن میرن. ولی وقتی بحث و گفتگو باشه هی تازه صابخونه هم میگه بابا هیچی نگین، ملت خوابن، مثلا همسایه ها و فلان نه. باز اون طرف صحبت میکنه، حالا مثلا قرار بوده مهمونی باشه 8 شب تا 10 شب، میبینید 2 صبح هنوز دارن بحث و گفتگو میکنن. مایه و اساس برنامه مدیا همینه، بحث و گفتگو کردن و یه کمی هم حقیقتا اغراق و اینجا میگیم اگزاجوریشن دیگه، اگزاجوریت کنیم، بزرگش کنیم که گوش بدید. و الا اگر من بیام بگم که ترامپ امروز این کار کرد، یه قاضی هم فلانجا اون کار کرد رفت. ولی اگه بیام بگم بابا ترامپ بازم احمقانه اومد این نمیدونم
به اصطلاح ویزا و برای ایمیگریشن و برای رفیوجی ها و اینها مسلم ها رو چیز کرد و یه نفر توی هوایی این دفعه قاضی توی هوایی این استاب داد بعد نظر شما رو بپرسم اینها، این میشه گفت و شنود، این میشه جاری، این از اون حالت ایستایی میاد بیرون، یه چیز پویا میشه ادامه داد. در اصل ممنونم که شما به پویایی برنامه های ما کمک میکنید، مرسی، متشکرم. و ببینم، آها، لطفا برای کمک به خانمی که در تلویزیون شما اعلام نمود که احتیاج به راهنمایی حقیقی دارن، بله ببینم این دکتر ایران بومی، بله یه فلسفه دیگه تلویزیون این مردم دوستان اینه که اگه یه جایی یکی کمک میخواد، پتیک از این ور آمریکا کمک میکنه، ما سعی میکنیم کمک کنیم. اگه یه سگی توی ایران زخمی شده، تلویزیون مردم دربارش صحبت میکنه، یه دوست دیگه کمک میکنه، یه دوستی از آلمان براشون غذا میخره و الی آخر. ببینیم، بذار من صدای اینو دیگه ببندم. حالا این دوستمونم از آلمانه، بفرمایید. سوربی هستم، بفرمایید. درود بر شما، دکتر ایرانبومی، فرانکفورت آلمان. به به، سال نوت مبارک آقای دکتر ایرانبومی عزیز. من اتفاقا میخواستم این نوشته شما رو بخونم که لطف کردید بگید ببینیم که میشه به این خانم کمک کرد یا نه. ولی من الان از هامبورگ دارم با شما تماس میگیرم، سمینار نوروزی ایرانیان که بلد. شما هم قرار بود در این سمینار سخنرانی داشته باشین که وقت نداشتین تشریف بیارین. بله میدونم، گفته بودید که ایام نوروز اونجا سمیناری هست، یکی دو بار اون پوسترش هم من گذاشتم برای دوستان. اولا بگید ببینیم سمینار چطور بود. سمینار بسیار عالی بود، خیلی خیلی سخنرانای عالی داشتیم، هم آلمانی هم ایرانی و هم افغانی، و از زوایای تاریخی، حقوقی و جامعه شناسی رابطه نوروز از باستان تا به امروز رو بررسی کردن دوستان، و زوایای بسیار جالبی رو برای همه ما تونستیم آشنا بشیم که فرهنگ از شادی میاد، کلمه فر که از شادی هستش و فرهنگ ایرانی با شادی بوده و چقدر برای ما خوشحالانگیز هستش که همین امروز یک ساعت پیش هم از اولین خبر رو شنیدیم که شهردار شهر فرانکفورت به طور رسما امروز اعلام کردش که روز نوروز رو تبریک میگه، و این سالا در تاریخ آلمان نبوده که شهردار شهر فرانکفورت این کار رو کرده باشه. بسه همین در انتهای جلسه پایانی نوروز و دموکراسی ما تونستیم یک نتیجه ای هم داشته باشیم و به همه ایرانیان در سراسر دنیا و همه افغانی ها، تاجیکی ها اینو تبریک میگم. منم به شما تبریک میگم، این رو هم ماها مدیون شما هستیم، فعالیتاتون که به اونها نشون دادید و دیدم خیلی مصرانه توی تظاهرات، توی راهپیمایی ها، توی مهمانی ها و اینها صحبت کردید و اونها آشنا شدن. وقتی آشنا میشن به فرهنگ من و شما احترام میذارن، به ما کامیونیتی ما احترام میذارم و اینو قبول کرد. این ماجرایی که من براتون نوشتم، من این رو خانم شهره عاصمی روی فیسبوکش نوشته بود که یک خانم ایرانی که 26 سال با همسرش زندگی میکرده، یه دفعه این همسرش یابو ورش داشته و این یه چیز معمولی هست. حتی یک کتابی هست اینجا به نام Runaway Husband، یعنی شوهران فراری، و میگن این اسم کتابش در این کتاب میفرمایین، اگه شما نگم یه کتابی از 52 روش 52 ways to run away 52 روش برای فرار. این که شما نگم میفرمایین، من خلاصش رو فقط بگم، ما چون طلاقهای عاطفی اول با ماجرای احساسی شروع میشن، بعد از طلاق عاطفی طلاق اقتصادی داریم، بعد از طلاق اقتصادی طلاق مسکن داریم، بعد از طلاق مسکن طلاق اطفال و بچه ها داریم، و آخر کار ما میرسیم به طلاق حقوقی. یک تقریباً 7 جزء قبل از این که بخواد به یکی به طلاق برسه پیش میره، و اونایی که مثل ما در این قسمت کار میکنن میدونن که هر دوره این ماجرا مشکلش به طریق حقوقی متفاوتی حل میشه. من الان چون این خانم خودشون با من تماس نگرفته و باید دقیقاً شناسایی کنم که در کدوم برهه قرار داره، چون ما همونجوری گفتم طلاق احساسی،
طلاق عاطفی، طلاق مسکن، طلاق اقتصادی و و و که دقیقا ما باید بعد از اینکه شناسایی کردیم اون موقع نسبت به مشکلی که واقعی هست، نه چیزی که برداشت مرد یا زنه، چون خیلی وقتا اونها برداشتی دارن که با واقعیت فاصله داره و وقتی که اینو تحقیق کردیم و دقیقا تونستیم شناسایی کنیم، میتونیم به راحتی راه‌های مناسب رو به ایشون پیشنهاد کنیم و چون تلویزیون شما کمک میکنه، این خانم میتونه رایگان از دفتر وکالت ما در آلمان هم استفاده کنه و امیدوار هستیم که مشکلشون رو بتونیم حلش کنیم. بسیار ممنون. چون ما اسمی از ایشون نمیبریم، به عنوان یک کیس میتونیم تعریف کنیم. مثلا اون برای من نوشته بودن که شوهر ایشون پول داده، وکیل گرفته و چنان داره پیش میره که مثلا این خانم میتونه بره با وکلای اینجا، بهش میگن کانتینجنسی یعنی مشروط، بگه آقا این شوهر من میخواد سهم منو نده. حتی من دیدم کسایی که قانونا زن شوهر نبودن، یک کیس خیلی بزرگی بود، اون چراغ قوه‌های معروف اگه یادتون باشه، که صاحبش سالها با یک زنی زندگی میکرد، بعد میخواسته زرنگی کنه، وقتی خواست طلاق بگیره گفت جدا بشن نه طلاق بگیرن، گفت من به این چیزی نمیدم، قاضی مجبورش کرد، گفت این درسته که قانونا با تو ازدواج نکرده ولی شریک زندگیت بوده و مبلغ خیلی زیادی به اون خانم دادن. من میخوام بگم حالا خیلی ممنون از شما که میگید مجانی حاضرید کمک کنید، راهنمایی کنید، ولی باید باشه یه دفاتر حقوقی که این خانم بره اونجا، اونا قبول کنن وکالتش رو، بعد بگن ما وقتی مثلا سهم تو رو گرفتیم، احیانا اون آقا پولداره که این کارو کرده، وقتی بگن سهم تو رو گرفتیم مثلا یه سومشو میگیریم. هست همچین چیزایی توی دفاتر حقوقی؟ نه جواب شما رو نه آره میتونم گفت نه نه، چون سیستم حقوقی آلمان کاملا با سیستم حقوقی آمریکا تفاوت داره. اولین سوالی که شما کردین، آیا دفاتر حقوقی هستش که رایگان کار بکنن؟ این جمله رو من باید جوابشو به این نحو بدن، در آلمان به علت قانون اساسیش که در قانون اساسی نوشته شده که کشور سوسیالیستی و دموکراتیک هستش، سیستم حقوقی برخلاف آمریکا که روی پول میچرخه و هرکی پول بیشتر داشته باشه حق بیشتری داره، در اینجا اگه شخص پول نداشته باشه، ما به عنوان وکیل امکاناتشو داریم که از دادگاه اجازهشو بگیریم که دادگاه مخارج این خانم رو پرداخت کنه. و از این لحاظ این خانم در صورت اینکه شوهرشون هم پولدار باشه ولی خودشون به هر علتی پول نداشته باشن، ما میتونیم طبق شرایط قانونی از دادگاه تقاضا کنیم که مخارج کل هزینه دادرسی رو دادگاه قبول کنه. پس این مشکل رو ما برای این خانم نداریم. دوم، چند وقتی که شما میفرمایید که این خانم تا به امروز دست به این که بره مشاوره حقوقی نزده، این یه مقداری سوال برانگیزه، چون در آلمان و در آمریکا داشتن مشاور، مخصوصا مشاور حقوقی، 95% مسائل حقوقی رو میتونه حل کنه. و اینکه ایشون به رادیو و یا به دوستان ارائه رفته و نیومده با متخصص حالا در شهر خودی تماس بگیره، این خودش سوال برانگیزه. سومین چیزی که در اینجا من مشکل دارم اینه که شما میفهمین که زنها از مردها پول میتونن بگیرن. من خودم شخصا یه آقایی داشتم که از خانومش 2 میلیون یورو باید پول میگرفته. این نیستش که همیشه زنها از مردها پول میگیرن. طبق قانون در آلمان و در بعضی ایالت‌ها مثل ویرجینیا در آمریکا، شما زن و مرد اگه با هم کار کرده و با هم زندگی کرده باشن و شرایط دیگه‌ای خواست هم باشه، هم مرد میتونه از زن در انتها پول بگیره، هم زن از مرد. و این نیستش که مردا بکنن که اونا حق ندارن یا فقط زنها میتونن پول بگیرن. هر دو طرف برابر در انتها میتونن حقشون رو با قوانین از هم دیگه بگیرن. من ممنونم از شما، چون الان ایام عید هست و میدونم که شما هم هامبورگ هستید و دارید حالا برمیگردید به فرانکفورت. اگر موافق باشید توی سال آینده ما بیشتر مزاحم وقت شما بشیم و از به اصطلاح این دانش حقوقی شما استفاده کنیم برای بینندگان، چه در آلمان چه اون چیزایی هم که یونیورسال هست و به همه دنیا مربوطه، یه مقداری بگیم، همین که یاد بگیریم مشاور حقوقی داشته باشیم، تنها نریم به کارزار. بابا هر کی میخواد بره میدون باید یه شمشیری همراهش باشه، یه زرهی همراهش باشه، و شماها مثل شمشیر و زره هستید توی این کار کارزار حقوقی. دستان ممنونم. ما بکنه سرباز عدالت، یعنی سرباز
حقوق و حق مردم سعی میکنیم که حق رو برای واقعا جامعه و برای شب بگیریم. و آخرین کلمه که تموم بکنم و سال نو برای شما و کسانی که تلویزیون شما نگاه میکنن میگم امسال رو امیدوار هستیم به نام اگه توی دو تا گل تو بهشت باشه اونم عشق و سرنوشت، انشالله با عشق و سرنوشتی خوب برای همه سال خروس رو هممون شروع بریم. من ممنونم از شما، به امید دیدارتون، حالا چه اینجا چه اونجا. درود بر شما، تا آینده نزدیک. مرسی، به امید دیدار. خب دوستان عزیز، آینده بادید. خیلی من دوستان عزیز با دکتر ایران بومی بودیم، ایشون آلمان هستن، روی فیسبوک عکسشون هم نشون دادم، میتونید باهاشون در تماس باشید. خیلی ریسپانسیو هستن، یعنی پاسخگو هستن، جواب میدن و مثل اونای دیگه نیستن که بگن من سرم شلوغه وقت ندارم جواب بدم. خب اگه وقت نداری جواب بدی، جواب اتوماتیک بذار همون، به مردم بگی که من سرم شلوغه وقت ندارم جواب بدم، که دیگه مردم باهات تماس نگیرن. درصد ممنونم از آقای دکتر ایران بومی عزیز. تا 4-5 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای مهدی ذوالفقاری از کالیفرنیا، شهر سان فرانسیسکو. و امروز بعد از مصاحبه آقای مهدی ذوالفقاری اون فیلم سوپر استار رو که 32 دقیقه هست پخش میکنم و طبق قولی هم که به پتیک دادم اون فیلم رو تا آخر این ماه پخش میکنم که ما هم یک قدم کوچکی در به اصطلاح این راهی که آقای علی حیدری شروع کرده برداشته باشیم. و اما آقای حسن ارشاد دو تا برنامه ساختن و فرستادن، چون این دو برنامه در رابطه با هم هست ما دو برنامه رو با هم نشون میدیم، برنامه شماره 122 و 123 که توسط یه مستندی ساخته شده توسط خانم شبنم طلوعی به نام خاک شکوفه آتش که از آپارات بی بی سی پخش شده. آقای حسن ارشاد این به اصطلاح دو برنامه رو، این مستند رو نقد میکنن، در موردش صحبت میکنن. و میدونید که آقای ادیب برومند در جبهه ملی فوت شد، ما هم تسلیت گفتیم. و من وقتی که آقای زرابی نوشته بود که ایشون جاودانه شد و اینها، آقای آریانپور نوشته بود آقا وقتی یکی میمیره دیگه چیش جاودانه میشه، بعدم ما آمدیم به اون دوستانی که روی اون ایمیل بودن نوشتیم که بیاین درباره این جبهه ملی صحبت کنید. و جبهه ملی که من توی واشنگتن میخواستم بهش بپیوندم به دلیل اینکه اسمش جبهه بود، یعنی همه رو میپوشونه و ملی، دیدیم نه آقا اصلا اینا چشم دیدن همدیگر هم ندارن و دو گروه شد. آقای بیژن مهر تماس گرفته، گفته که توی سال آینده، همچین میگیم سال آینده نه با هفته آینده، با هم صحبت میکنیم. ولی یه آقای برای من یه ایمیلی زده، بذارید من اونو بخونم و ببینیم که آقای پاکزاد، آقای احمد پاکزاد، قبلا هم توی ایمیل ها با هم دیگه کلکل کردیم. دوستان ببینید من چی نوشتم. نوشتم درگذشت ایشان را تسلیت میگویم. بیان نگاه کنید، اصلا به شما نشون بدم و ببینید که عذر میخوام آقای پاکزاد، به شما میگم شعبون بیمخ، ولی نزدیکترین چیزی که با این حالت شما به اصطلاح تو مغز من ظاهر شد همون شعبون هست و همون بیمخی. من نوشتم درگذشت ایشان را تسلیت میگویم. دروغ چرا؟ تا قبل 15 سال پیش رفتم در جلسات جبهه شرکت کردم. هفته دوم جبهه واشنگتن به دو قسمت تقسیم شد. همان وقت فهمیدم که این دوستان حتی معنی جبهه و ملی رو هم نمیدانند. این جبهه امروز کجاست؟ چه کار کرده و میکنه؟ آیا کسی از شما دوستان میتوانید برای من و بینندگان تلویزیون مردم توضیح دهید؟ حالا ببینید دوستان، اینا چقدر کارشون خرابه، چقدر اصلا بلد نیستن چه کار کنن. بذارید من اینو درست کنم بهتون نشون بدم جواب ایشون. اولا وقتی که من برای همه نوشتم آقای پاکزاد، شما هم باید به همه جواب میدادید که مردم بدونن. ایشون نشته آقای سوربی شما برای جبهه ملی چه کرده اید؟ یعنی به این وسیله حماقت و دگمی خودشو نشون داده. مثل این که من برم به شهرداری بگم آقا شما این خیابون چرا بر نداره، اون به من بگه شما برای این خیابون چه کار کردید. آقا تو مسئولی. اولا اگه مسئول نیستید شما خفه شید، اونی که مسئوله مثل آقای بیژن مهر و دیگران بیان حرف بزنن.
دوما اگه مسئولی شما قرار نیست از مردم، حالا اومدید آمریکا یاد گرفتید که آقای جان اف کندی گفته که نپرسید مملکت برای من چه کار میکنه، شما بگید برای مملکت چه کار میکنید، که اینم دزدی بود. اینو یه کارگر کارخونه اگه اشتباه نکنم یا کارخونه استیل آهن فلزاد یا ماشین سازی گفته بود، اون آقای جان اف کندی هم کش رفته بود، اینا همش کش میرن. بعد ایشون نوشته شما چه کرده اید که دیگران نکردن، شما از جبهه ملی چه میدانید؟ مردک چون نمیدانم دارم میپرسم. احمق، من قرار نیست برای اونا کاری کنم، اونا قراره کاری انجام بدن تا افرادی مثل من رو جلب کنن. و ایشون جبهه ملی از سال 1328 این توتی از سال 1328 چمسی که تشکیل شده هنوز هست. خب هنوز هست که هست، سنگای تخت جمشید هم 2500 سال هنوز هستن، ولی ارزه ای دارن، تکونی میخورن، کاری انجام میدن؟ نه. یه مشت فسیل نشستید هی یکی یکی میمیرید، بزرگترین افتخارتون اینه که این وقت داشته میمرده یواشکی یه پرچم شیر خورشیدی گذاشتن روش، پرچمم خاک میکنید، ای خاک بر سرتون. آقای بیژنمه شما، من یه روز به این رضا پهلوی گفتم شما دروغ نگو، بیا بگو من میخوام ایران آباد کنم. این طرفدارای احمق خودت رو یه کلاس بذار، درس آدمیت، درس دموکراسی یادشون بده. اولین درس دموکراسی اینه که آقا اگه یکی سوال کرد شما خفه شید، بذارید مسئول پاسخ بده. آقای پاکزاد خفه شو، اگه مسئول نیستی خفه شو، اگر مسئولی نباید از من بپرسی، شما باید جواب اون سوال من رو بدید. چند تا ممبر داری؟ ادیب برومند گفت اینایی که تو خارجن ول معطلی، گفت همه تون این دکونه باز کردید که پول در بیاری. ساعت 3:01 شد، آقای مهدی ذوالفقاری هم منتظر ماست، بریم سراغ ایشون. آقای مهدی ذوالفقاری از سان فرانسیسکو و ببینیم که حالشون چطوره و چه کار میکنن. آقای ذوالفقاری باد ویدیو میای یا فرق نمی کنه؟ اوکی. اگه با ویدیو من این داشتم برنامه شما را نگاه می کردم، بذاری من اینو به صلاح میکروفون چیزشو بلندگوشو قطع کنم. می فهم. بعد در خدمت شما به من زنگ بزنید. مرسی. بله. خب. بله. اتفاقا من با آقای ذوالفقاری گفتم وقتی که اسکایپمونو بست کردیم لطف کنید تمام برنامه‌های دیگر رو از اینترنت قطع کنید، چون دیدم که این اشکال پیش میاد، هم یکی صدا چون تأخیر داره، حتی خود ما که سالها تو کار رادیو تلویزیون هستیم وقتی زنگ میزنیم به یه تلویزیون دیگه، به یه رادیوی دیگه، اگه صدای خودمون باشه توی اون برنامه با اون تأخیر ما اشتباه میکنیم. ایشون لطف کردن تماس گرفتن و ببینیم که چه میشود. آقای ذوالفقاری صدا من میشنم؟ بله، ویدیوشون هم داره میاد. به به، لطف کنید فقط تصویر یک کمی بیارید پایین تر، چون ما داریم اون بالای. بله. آره. حتما این کارو میکنم. بله. ایزوری من چشم حتما چشمتون باشن، اینو بیاریش بالا سر بقول شما. بله. حالا یا سر دوربین بیارید پایین تر یا خودتون بلید. بله. بسیار عالی. بسیار عالی. خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که حسن ختام برنامه‌های امسال تلویزیون مردم با یک انسان شریف، آقای ذوالفقاری. آقای ذوالفقاری، من سالهاست شما رو میشناسم، به دوستانم بارها گفتم که سر اون ماجرای تعریفی که شما داشتید از کامرا و ماجرای شراکت اینها میکردید آشنا شدم با شما و چندین بار هم این افتخار رو داشتم ملاقاتتون کردم. و بگید ببینیم که این اوضاع و احوال را، اولا شما اگه میخواید سلام علیکی با بینندگان داشته باشید بفرمایید. حتما. اولا خیلی متشکرم از لطف شما، امیدوارم که در حد این تعریف شما باشم، خیلی متشکرم. عرض که فقط هیچی، من بخواهد بگم عید شما مبارک و همچنین تمام بینندگان و شنوندگان شما، نوروزتان پیروز و خوشبختانه نوروز ایرانیا یا عید ما ایرانیا، نه فقط ایرانیا، تمام کسانی که در واقع این فرهنگ رو به اصطلاح دارن، کشورهای مختلفی هستن، حالا اگه فرصت شد در این مورد صحبت هم میکنیم،
بهار هستش و آغاز به اصطلاح فصل جدید، آغاز بهار که در واقع آغاز زندگی هست برای طبیعت، در نتیجه در خاتمه همه این عید مبارکی ها میگیم بهاران خجسته باد. بسیار ممنون. بله. پیام من هست برای همه کسانی که من نوروز و به اصطلاح عید جدید و جشن میگیرن. من هم به شما تبریک میگم، امیدوارم سال بهتری داشته باشیم. اجازه بدید قبل از هر چیزی من یه مسئله رو خیلی واضح توضیح بدم، که ضمن این که هر وقت از خبرهای شما استفاده کردم تشکر کردم و گفتم که ایشون اینها رو فرستاده، کار مشکلی هم هست، شما باید 10 جا رو بگردید تا یه خبر رو پیدا کنید بذارید و ما اون رو خیلی آسون اینجا. یادم میاد چند سال پیش یکی گفت آقا کاری نداره که خبرها رو از این ور نراجه به شما، خبرها رو از این ور اون ور میگیره میاره، خودش یه هفته خاص این کارو بکنه و به اصطلاح دید داره دیوونه میشه که چه خبری رو بذارم که کسی شکایت نکنه. ولی شما ضمن این که اون نشریه اینترنتی خودتون رو میفرستید، مدتی هست که اون اسرائیل تایم رو هم میفرستید، یعنی بله من یه بار پرسیدم که نمیدونم چرا آقای ذوالفقاری این کارو میکنه، شما توضیح دادید گفتید که من این کارو میکنم که شماها در جریان باشید. اتفاقا دفعه قبل اونجایی که خوندم که آقای نتانیاهو حتی در مراسم جشن پوریم هم به بچهای اسرائیلی گفته که این پارسیان هنوز هم میخوان ما رو بکشن، و اگه یادتون باشه از مسافرتی هم که کرد به اینجا و اون کتاب استر رو آورد داد به آقای اوباما و گفت که اینجا به اینا گفت که ما یه بار قبلا حساب پارسیان رسیدیم ولی کار رو نیمه تمام گذاشتیم، این بار اگه بخوان پا کفش تو کفشون بکنن کار رو تمام میکنیم. درباره این و من هیچ وقت منظورم این نبوده که خدای نکرده یا شما حقوقی میگیرید یا شما طرفداری نیستید، چون تو کار خبر هرچی شما بی‌طرف‌تر باشید اون به اصطلاح سازمان خبریتون معتبرتر میشه، چون از همه گروه ها میان و خبرهای شما رو میگیرن. و من باز یه بار دیگه در آخر سال 1300 ممنونم که شما این خبرها رو، چه اونایی که خودتون انتخاب میکنید و میفرستید و چه این نشریه رو که این خودش رو برای ما میفرستید تشکر میکنم. شما نظرتون چیه؟ گفتید که با هیچ کشوری دشمنی ندارید، با هیچ دین و ملیتی دشمنی ندارید، منم همین جور هستم، ولی وقتی یک کشوری مثل اسرائیل، آقای نتانیاهو که الان واقعا دیگه معروف شده به جنگ طلبی و جنگ خواهی و اینا، نظرتون درباره این حکومت اسرائیل چیه؟ عرض که همیشه این فرق بوده بین حاکمیت و بین مردم، اینو همه میدونن، اصلا احتیاج به توضیح نیستش. این یکی. دوم این که من اساسا اسرائیل ستیز یا هیچ کشوری ستیز نیستم. خب این به صلاح اصل موضوع هستش. حالا بعضیا اساسا دنبال دشمن میگردن، نمونه شو خود آقای خامنه‌ای به حال ولی فقیه که در ایران هستن با حاکمیت جمهوری اسلامی، اینها همیشه دنبال یک دشمن میگردن. حالا میتونه آمریکا باشه، میتونه اسرائیل باشه، میتونه نمیدونم، فرض بگیریم، فرض محال که من در واقع حالا در توضیحات بعدی توضیحم که اساسا این جنگی که اگر قراره که تو خاورمیانه اتفاق بیفته که احتمالش هستش، این جنگ مثلا از عربستان سعودی شاید آغاز نشه یا اساسا این توانو نداره. در ضمن حتی من در عربستان سعودی هم ستیز ندارم. من میتونم مخالف یک سیاستی باشم، من میتونم مخالف یک شخصی باشم از نظر سیاسی، ولی ستیز بودن یعنی این که تا ادامه دنیا من این ستیز رو دارم. نمونه شو در جمهوری اسلامی میبینیم که 38 سال اینا با آمریکا یا حتی قبلش هم حتی تمام نیروهای سیاسی مخالف رژیم قبلی ایران با آمریکا ستیز داشتن، تا آمریکا یعنی آمریکا ستیز بودن، مثل این که در ایران الان موجود است.
با شما چپ میرین راست میرین یا هر کاری که میخواییم بکنین، در مورد مثلا نمیدونم آب آشامیدنی میخواییم شما صحبت کنین، یه صدای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نمیدونم مرگ بر زده ولی فقی و چیزهایی که دیگه تبدیل به جوک شده متاسفانه همه سر میدن، در صورت که هیچ رفتی به اصلا مسئله آب آشامیدنی نه به آمریکا داره، نه نمیدونم با سیاست‌های آمریکا داره، نه با اسرائیل داره. این یه قدم اول. ببخشید من معروف خیلی قشنگ شما خیلی قشنگ توضیح دادید و گفتید که بعضیا کلاً جنگ طلبن، یعنی حقیقتاً ادامه حکومت اینها در خود خمینی گفت دیگه، گفت جنگ یه نعمت است و واقعاً هم براشون نعمت بود، چون همون اوائلی که مردم فهمیدن و میخواستن اعتراض کنن اینا به وسیله اون جنگ صداشون رو به صدای مردم رو خفه کردن و الی آخر. و داریم از این نوع افراد در دولت ها و حکومت های دیگه. ولی این که شما میگید جنگ به احتمال زیاد درگیر میشه، الان دیدیم که این مدت جنگ ها به صورت اینجا بهش میگن پراکسی، یعنی جنگ های انتصابی، مثلا توی سوریه میبینیم عربستان با ایران داره میجنگه، جنگ نیابتی میگن، جنگ نیابتی مرد شده. بله جنگ مرد شده، این لغت میگن جنگ، در صورتی که جنگ نیابتی نیست. جمهوری اسلامی عملا در جنگ هستش، یعنی اونجا نیرو داره، نمیدونم ادوات جنگی داره و تمام سیاست هاشون و داره بسیج میکنه چه جوانان ایران رو. این من میگم جوانان، من رو این تاکید میکنم، اصولا هر جای دنیا که جنگ آغاز بشه یا جنگی بشه، جنگ بین جوانانه. من خودم رو میگم، کسی منو به جنگ نمیبره چون من کاره نیستم، توان جنگ رو ندارم. جوانها، ما خودمون یه موقعی 18-19 ساله بودیم و به حال میدونیم که چه انرژی و چه نیرو و چه به صلاح فکری داشتیم. امروزه اساسا دیگه من به درد جنگ، یا شما هم حتی با این که شما هم باز خود جوون هستین یا من جوونتر هستین، اساسا به درد جنگ نمی خوریم. جنگ مال جوان هاست. در نتیجه جمهوری اسلامی جوانان به اصطلاح ایرانی رو بسیج میکنه برای به اصطلاح جنگ. از افغانستان کسانی که واقعا محتاجن و به اصطلاح پول میده، حقوق میده و اینا رو، اینا دیگه استخدام نیست، اینا اجیره. از پاکستان هم همینطور و دیگر به اصطلاح مناطقی که میتونه اجیر کنه، پول بده برای جنگ. در نتیجه جنگ برای این، دقیقا شما اشاره درستی کردید، جنگ آقای خمینی اعلام کردن به اصطلاح خودشون که جنگ رحمت هستش و این جنگ به استمرار حکومت جمهوری اسلامی کمک کرده و همین که میبینیم با تمام کمبودها، با تمام سرکوبها، با تمام زندانها، اعدامها و شکنجه‌هایی که انجام داده، این هنوز پابرجا هستن و هنوز متاسفانه طرفدار دارن. این مسئله فقط پابرجا بودن نیست، مسئله با داشتن طرفدار پابرجا هستن و به حال من نه تعدادشون رو میدونم ولی تعداد زیادی میبینیم به حال، علی رغم تمام تبلیغاتی که میشه که در به اصطلاح در رأی‌گیری ها شرکت نکنید و این تأیید رژیم هستش، تأیید سرکوب و قتل و جنایت و دزدی و رشوه و سوء استفاده هستش، ولی باز ادعی میرن و در رأی‌گیری ها شرکت میکنن. این فلسفه جمهوری اسلامی است. ولی بحث ما امروزه در واقع یه چیز دیگری هستش، علی‌رغم این که شما بر من نوشته بودی که هر چه دل تنگت بخواد بگو، من انقدر دلم تنگه از اوضاع مملکت و خودمون، به ویژه در رابطه با حلول بهار و نوروز، که میتونم ساعتها واقعا گله گذاری کنم در تلویزیون شما، ولی نه، من اساسا از این مسئله سوء استفاده نمی کنم. و میرسیم به اون نکته که شما در آغاز
صحبتتون گفتید و اون وظیفه در واقع مدیا یا تلویزیون، رادیو و مطبوعات هستش. حالا یه چیز دیگه من میخوام اضافه کنم، چون شما گفتید که هرچی هم میگن در انتخابات شرکت نکنید، خب ببینیم، من فکر کنم شما و من تنها کسایی هستیم که هر وقت صحبت میکنیم نمیگیم آقا 100% مردم ایران مخالف این آخونده هستن، میگیم بابا اینا طرفدار دارن، طرفداراشون هم داریم میبینیم. حالا اگه برای ساندیس میان، اگه برای پول میان، اگه برای چیز میگن ماهیان میان، بالاخره اینا میان. با اینا میخواین چیکار کنید؟ هیچ کسی هیچ برنامه‌ای نداره. فلان تیمسار بیکار شده، میاد میگه نمیدونم فلان روز بیان بیرون، اون یکی میاد میگه برین تو، اون یکی میگه رأی بدید، اون میگه رأی ندید، و مردم حقیقتا اصلا دیگه اعتنا نمی کنن. نظر شما چیه؟ چرا به این روز افتادیم که هیچ کس دیگه اصلا گوش نمی کنه این رادیو تلویزیون ها رو؟ یکی از چیزاش خود شما که اصلا خسته شدید و این کار رو جدید که برای شما نیست، سالها این کار انجام میده، به خبر که حقیقتا خبر رو فقط پخش میکنید، نشرش میدید، بیشتر توجه میکنید. بله. میدیای بله. ایرانی چرا به این روز افتاده؟ بله، عرض که این مسئله فقط جمهوری اسلامی نیستش، این مسئله سالیان سال در درازای تاریخ ما هستش. به خاطر میگم بحث به اصطلاح بحث همون مثنوی 70 چی میگن 70 من 70 کیلوه، یه چیز بسیار تاریخی و بزرگ توی به اصطلاح تربیت ما هستش. این من نمیتونم واقعا میتونم به یه نکته اشاره بکنم و نکته ای رو باز بکنم از دیدگاه خودم، ولی در واقع این چنین نیست که ما بتونیم یک به اصطلاح چیز بگیم، یه حرفی رو بزنیم که بیانگر این خصوصیات باشه. نه، ما در واقع یک فرهنگ سابقه داره یا یک تربیت فرهنگ، و من نگم چون میخوام اتفاقا توی این بحث فرهنگ و سنت و نمیدونم اسطوره و عادات و اینا رو در خاتمه بحثم توضیح بدم، ما یک به اصطلاح رابطه جامعه و یک جامعه در واقع استبداد پذیر و استبداد چگونه بگم رشد دهنده هستیم در جامعهمون، و تمام مسائلی که ما امروز، البته امروزه جمهوری اسلامی تشدید به اصطلاح بسیار زیادی کرده این مسئله رو، یعنی ما در تاریخمون حتی در تاریخ بدترین استبدادهایی که صحبت میکنیم و برمیگردیم بهش اشاره میکنیم، به هیچ وجه این چنین نبوده، چون آمیزش دین یا حاکمیت دین در واقع خود دین در واقع به عنوان یک جریان عقب مونده تو جامعه ما نقش بسیار اساسی داشته، این مسئله با این حاکمیت تشدید شده و تمام نکات منفی که ضد فرهنگ هستش در ما، در جامعه ما و در مردم ما زیادتر شده، و این ربطی به جمهوری اسلامی نداره، میگم تشدید شده، ولی اساسا بعد بریم تو تاریخ خودمون تو مثلا اونجا نگاه بکنیم که چگونه مردم به اصطلاح تربیت شدن و امروزه این تربیتشون خب به مراتب با اینکه میدان وسیعی برای خرافات، برای عقب موندگی و برای به اصطلاح روابط انسانی که ما موجود داریم در جامعهمون تشدید شده. ما متاسفانه جامعه‌ای هستیم که جامعه تیرخلاص زن هستیم، جامعه‌ای هستیم که با همین مثال‌هایی که ما یا داریم توی ادبیاتمون که میگن با یک نمیدونم مویز ما گرمیمون میکنه، با یک قوره سردیمون میکنه، یعنی ما اقراق، همین نکته که شما قبلا صحبت کردیم، ما اقراق میکنیم همه چیزی رو بدون اینکه تحقیق دقیق و تحقیق علمی داشته باشیم. من توقع ندارم که همه مردم 80 میلیون یا 35 میلیون قبلی همشون محقق باشن، همشون تحلیلگر باشن، نه، ولی حتی روشن فکران ما
حتی قبل از ماها، ما که به حال نسل آخر هستیم خوشبختانه، ماها در واقع معیارها و به اصطلاح اون قالب‌هایی که ما توش تحقیق و بررسی میکردیم و تحلیل میکردیم همه نادرست بوده و در نتیجه تمام این تحقیقات اینجوری شده. برای همینم است که من بارها تأکید کردم، حتی در تلویزیون شما هم و مردم تیوی هم من صحبت اینو کردم که ما معیارهایی که برای بررسی مسائل اجتماعی داشتیم این قالب ها نادرست بوده. تربیت ما لاغل تو این 100 سال گذشته که من میخوام بررسی کنم، تربیت سیاسی و اجتماعی ما همه تربیت های جهان سومی و روسی بوده و این حتی تحلیل ما از مسائل، مثلا حالا اینجوری من مثال بزنم، چپ و مارکسیستی، همه در قالب تحلیل های روسی بوده. بر همین هم هست که امروزه چپهای اروپایی با چپهای آسیایی همه فرق میکنن، نگرششون و معیارهاشون فرق میکنه. چپ اروپایی مثلا بگم، اگر در قالب سوسیال دموکراسی نگاه بکنیم، اونها در واقع یک سری مسائل دموکراتیک رو مطرح میکنن و چپ ما در قالب چپ لنینیسم و استالینیسم گیر کرده بوده. برای همین هم بوده که ما به یک انتها رسیدیم و این انتها همچنون که خود روسیه هم به انتها رسیدش یا شوروی سابق، در واقع اینها همه تربیت ما بوده، تربیت اجتماعی و تحلیل ها و قالب های تحقیقی ما بوده و این به نظر من نادرست بوده. و امروز اتفاقا من یه خبری رو توی یکی از این نشست هایی که داشتیم با دوستان دادم و اونم از حالا من گذشته از این که حالا چین چگونه است چگونه نیست، من اصلا بحثم اون نیست، ولی امروزه یک سمیناری در تابستان امسال در چین برقرار خواهد شد که مارکسیست رو از قرن 21 در قرن 21 نگاه بکنن بهش، یعنی ببینن که امروز اون ایده ها حالا چه قبول داریم چه نداریم، چه درسته چه نادرست میدونیم، اون ایده ها رو در قرن 21 بررسی بکنیم که این تبلورش تو قرن 21 چگونه هست. من اتفاقا فکر میکنم چیز خوبی هستش که ما بیایم مسائل به اصطلاح جامعه خودمون رو در قرن 21 نگاه بکنیم. من دیگه نباید برم نمیدونم مسائل، نمیگم بریم تاریخ رو بررسی نکنیم، نه بریم انجام بدیم، ولی با دیدگاه ها و معیارهای قرن 20 ما نمیتونیم اوضاع زمان قرن 21 رو بررسی بکنیم. این در واقع مقدمه ای هست که گفتم که یه بار من همیشه میگم آقا تو زیاد صحبت میکنی بعضی از مسائل. نه اتفاقا ما خوشحال میشیم که شما اگر یعنی به عنوان عیدی امسال سال آینده ما بیشتر شما رو داشته باشیم، این صحبت ها انجام بشه، چه خوب شد. شما در رابطه با چپ صحبت کردید و اینکه چپ اروپا دنبال دموکراسیه و چپ ما حقیقتا خودش دنبال یه دیکتاتوری خودش بود. خانم ویدا حاجبی که جدیدن فوت شدن بنده خدا، این میگه من افتخار میکنم توی یکی از ویدیوهاش با آقای چی صحبت میکرد، مال بی بی سی همشهری ما هم هست، میگفت که من افتخار میکنم که امروز میفهمم وقت اون موقع اشتباه کردم. و میدونید که این خانم ویدا حاجبی یکی از دوستان نزدیک خانم فرح دیبا بوده و چون حالا شما گفتید منم خوشحالم که اینو بگم، ویدیویی هست که توی این هفته به اصطلاح سال نو اینها پخش میکنم. ولی یه سوالی که اگه لطف کنید توی 3-4 دقیقه پاسخ بدید، چون باید بریم یه فیلمی رو ما از ایران داریم پخش میکنیم به نام سوپر استار. من میخواستم در واقع در رابطه با مسئله وظیفه تلویزیون ها بیشتر این سوال منم هم همینه، چه باید کرد. بله بفرمایید. بله نه ارچراست که بله، من خانم ویدا حاجبی یادشون بخیر و من ایشونو سال 1968
اولین بار شناختم ایشون توی موقعی که توی به اصطلاح اروپا بودم، اون موقع اونجا تحصیل میکردم و بسیار خانم واقعا انسان پیشرو و خوبی بودن و مقالات چون من همیشه دنبال میکردم و اینجور انسانها رو ما در واقع میخوایم که بدون ملاحظه مثلا برخورد بکنه به مسائل خودش و دیگران و بدون درواسی اشکالا رو رک بگه و من و خیلی ها هستن سعی میکنن که این مسائل رو مطرح بکنن خیلی روشن، علی رغم اینکه خود ما هم گیر هستیم. یعنی اگر من مثلا میگم به چپ ایراد میگیرم یا به مارکسیست ها ایراد میگیرم، در واقع خودم هم پام گیره تو این مسئله. خب چون یه موقعی من به اینها، من یه موقعی مثلا خیلی روشن به استالین باور داشتم، که لنین باور داشتم، خب که اینها آدم های در واقع نه اینکه نادرست بودن، نه از نظر سیاسی من میگم که درست بودن، در که نه اساسا اینا به هیچ وجه به دموکراسی و آزادی انسان ها به معنای واقعی به کلمه باور نداشتن. گوش میدین؟ و امروز میبینیم، حالا من بحث امیدوارم که این کتاب مصاحبه های من با افرادی که در رابطه با سوسیال دموکراسی انجام شده، که این کتاب امیدوارم هرچی زودتر در بیادی کتاب قطور 700-800 صفحه‌ای خواهد بود و مقالاتی که دوستان نوشتن و خود من هم توش اشاره کردم و نوشتم. حالا اگر از این بحث بگذاریم، در واقع وظیفه میدیا یا رادیو تلویزیون و مطبوعات رو اگه بتونیم به صلاح روش صحبت بکنیم خیلی خوب است. من یک تعریفی دارم، یه به خاطر همینم بود که من سال 2001 که اولین بار به صلاح به عنوان یک تلویزیون یا بیای برنامه، اولین برنامه سیاسی و تحلیلی من آغاز کردم، به حال میتونم خیلی از دوستان میشناسن میدونن یادشون هست، من سر چند تا چیز به صلاح تأکید داشتم که اساسا وظیفه میدیا و وظیفه رادیو تلویزیون مطبوعات و به ویژه الان مسئله مجازی یا به خصوص اینترنت چگونه هستش، ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و چه کاری وظیفمون هست. من به طور مشخص به طور عام سه تا نکته رو من همیشه تأکید میکنم. اول از همه مسئله آموزش هستش، که در واقع ما باید نقش تلویزیون و رادیو و مطبوعات نقش آموزش رو داشته باشن برای یک جامعه، و این آموزش هم برای مسئولینی که این آموزش رو میخوان به صلاح مطرح بکنن. منو اشتباه متوجه نشید، من مقصودم آموزش این نیست که مثلا شما که نشستن اونجا معلم هستید یا من که برنامه داشتم یا دارم، به صلاح الانم هنوزم برنامه دارم توی رادیو پویا و برنامه ضبط میکنم و پخش میشه اونجا، و به این معنی معلم ما نیستیم، نه، ما خودمون به صلاح این کار انجام میدیم، وظیفمونه، یه بخشی از وظیفمون، و ما باید قبل از اینکه آموزش بتونیم مطرح بکنیم یا بدیم باید خودمون هم مطالعه بکنیم، چون همینجوری آموزش هم حتی معلم ها هم بدارن و مطالعه کنن و خودشون رو با مسائل و روز تطابق بدن یا آموزش بدن که بتونن این آموزش رو به کسان دیگه منتقل کنن. مسئله بعدی که من تصورم این هست که این درست هست، مسئله خبررسانی هستش. این خبررسانی این هستش که ما بتونیم آخرین خبرها رو یا خبرهایی که لاغل میشه به درد مردم میخوره، هر کسی سلیقه خودش داره، بتونیم این خبرها رو بدیم. ما باید خبرها رو بخونیم خودمون، خبرها رو دنبال بکنیم. اون چی که من لاغل با شما صحبت کردم یا وظیفه خودم میدونم و من سعی میکنم اینو مطرح بکنم، و این خبرهایی که میفرستم من برای همه نمیفرستم، من فقط برای کسانی که به حال خب دوستشون دارم، علاقه دارم بهشون، من جمله شما، که این خبرها رو میفرستم، و من برای کسانی که تو کار به اصطلاح رادیو تلویزیون یا مطبوعات هستن
من این خبرها رو میفرستم و محدودش هم خیلی کوچک هستش، حدود 10 نفر داده بودم و 10 نفر بیشتر نیستن که برای به اصطلاح تلویزیون ها و رادیو و به اصطلاح نویسندگان این خبرها رو میفرستم، چون مطمئنم که باید خبردار بشیم از اوضاع اجتماعی سیاسی تا بتونیم به اصطلاح به این آموزش کمک کنیم. و مسئله سومی که من وظیفه مدیا میدونم مسئله سرگرمی یا شادی، بعد نمیدونم لغت اینترتین کردن یا اینترتینمنت به دقیقاً به فارسی چی استفاده میکنیم، ولی همون در حد همون سرگرمی و تنوع میشه دیگه، سرگرمی و تنوع و شادی. آره، سرگرمی، شادی و خوشی و موزیک و برنامه‌های خوب و اینها رو من این سه تا وظیفه رو من وظیفه در واقع مدیا میدونم. البته در رابطه با این مسائل حالا خیلی بحث‌های دیگه هم هستش که میتونه پخش بشه به مسائل مختلف، ولی آموزش، خبررسانی و سرگرمی در واقع وظیفه اساسی و اصلی به اصطلاح مدیا هستش. من به خاطر همینم هستش که وظیفه خودم میدونم برای دوستان خودم که تو این کار هستن، من جمله شما و مردم تیوی، این خبرها رو میفتم که اگر بتونید یه کمکی بکنم یا شما استفاده کنید ازش. الزامنم میدونید خیلی خبرها هست که توی یک برنامه هم حتی توی برنامه 2 ساعته هم تموم نمیشه، خبرهای مختلفی هست، بدون این که من خودم به صلاح اظهار نظری در مورد این خبرها بکنم. شکی نیست که خودم نظر دارم. من به صلاح چیز تایمز اسرائیل که میفرستم در واقع حتی خبرهای دیگه میدونی که تو این خبرها که من میفرستم بخشیش از روزنامه‌های ایران هستش، بخشیش از موضع‌گیری‌های حاکمین در ایران هستش، به هیچ وجه مورد تایید من نیستن. ولی من وظیفه خودم میدونم برای اینکه باید بریم مطالعه کنیم مسائل رو تا بتونیم در واقع اون آموزشی که من گفتم بتونیم انجام بدیم. من یک مثال فقط بزنم قبخط کنم بحثم، میدونم شما هم وقت زیاد ندارین و اصلا نمیدونستم که چقدر میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من اولین باری که این مسئله اصلاح طلبی مطرح شد در جامعه در جمهوری اسلامی، من به مخالف این بودم اساسا، بر این باور بودم که این حاکمیت اصلاح پذیر نیستش. برای همین من رفتم مطالعه متون دینی رو آغاز کردم. این مسئله مال خیلی وقت پیش هستش و حتی به این نتیجه رسیدم که در واقع در دوران مشروطیت، یعنی با این اساس شروع کردم، اون ملاهایی که در دوران مشروطیت به صراحت دو تا قسمت شدن، یکیشون طرفداران آیت الله نوری بودن، بقیهشون هم اومدن طرفدار بهبانی و و و و دیگران شدن. من خیلی کوتاه بگم، من رفتم این مسئله رو مطرح به اصطلاح مطالعه کردم، تمام متون به اصطلاح تزهاشون رو خوندم. من یک کتابی در اومده در ایران به نام تزهای دوران مشروطیت، خب من تمام اینو خوندم، رفتم نمیدونم به اصطلاح مسائل شیعه رو خوندم، رسیدم به این که نمیدونم بهار میام، میخوام خلاصه کنم، آخرش رسیدم به بهار و انوار، نشستم از ایران برای من کتابای بهار و انوار و آنچه که مثلا موجود بود 25-6 جلد بیشتر بود همه رو گرفتم و مطالعه کردم، ولی اینکه بتونم به این مسئله مثلا مشروطه و اصلاح طلبی برسم. در نتیجه به این نتیجه رسیدم که کسانی که اون آخوندهایی که در دوران مشروطه از مشروطیت دفاع کردن، در واقع این نبوده که اینها مشروط خواه و مثل قانونمند بودن جامعه باور دارن، نه، اینها موقعی که به اصطلاح فشار بهشون اومد و دیدن دارن از محدوده قدرت دارن خارج میشن، اومدن و وادادن و مشروط خواه شدن، یعنی ازش به عنوان یه وسیله استفاده کردن، فقط از این وسیله استفاده کردن در واقع برای در واقع اقتدار حکومت خود، اقتدار قدرت خودشون، همونجور که
میدونین شما وطنمون بینندگان شنوندگان شما که اون پنج آیت اللهی که گذاشتن که اگر قوانینی در مجلس شورای ملی وضع شد که به اصطلاح مخالف دین اسلام هستش، این پنج تا آیت الله حق وتو داشتن، که البته اون اوائل تا مجلس یکم و دوم بیشتر اینها نتونستن این کار کنن، بعد هم که دیگه رضا شاه اومد اساسا تمام بساطشون برچیده شد. این دید به صلاح اصلاح طلبی رو من از اون دیدگاه نگاه کردم از نظر تاریخی و میخواستم بررسی کنم. یه مقاله شد که تقریبا مقدمش تقریبا 50-60 صفحه شدش و هنوزم هستش. آقای ذوالفقاری، این مقاله ها رو به صورت گویا در بیارید برای افراد تنبلی مثل من، وقتی که داریم رانندگی میکنیم یا جایی هستیم با ماشین یا با گوشیامون اینو بشنویم. خیلی ممنونم. و این بحثی رو که شروع کردید یا اون کتابی رو که گفتید راجع به مصاحبه ها و اینها، حتما در این موارد در سال آینده صحبت میکنیم. باز هم ممنونم که آمدید و مهمان ما بودید و حسن ختام برنامه های 1395 شدید. بسیار ممنون. خیلی متشکرم. من اگر دوستانی که گوش میدن یا نگاه میکنن سوالی یا مسئله‌ای دارن، حتما از طریق به اصطلاح مردم تیوی یا فیسبوک خودتون هم هست دیگه، مهدی ذوالفقاری. بله. آخه مهدی ذوالفقاری، من نمیدونم، خوشبختانه یا متاسفانه یه 10 تا 15 تا هستن که خیلی تو ایران هستن، ممکنه برن اونجاها. خب شما باید عکس خودتون رو بذارید. دیدم عکس کودکیتون رو گذاشتید، باید عکس خودتون رو بذارید. ممنونم آقای ذوالفقاری، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و میدونید که رسم من و قول من و شما اینه که اگه واشنگتن اومدید حتما همدیگر رو ببینی. با کمال میل. مرسی و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. متشکرم. خدا به امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای مهدی ذوالفقاری بودیم، روی فیسبوک هستن. اگرم مشکلی پیدا کردید میتونید با من تماس بگیرید. ممنونم از حسین از ایران. اجازه بدید از پتیک عذرخواهی کنم، چون من میخواستم که در هر صورت برنامه اون سوپر استار توی برنامه خودم پخش میشه، از آقای ارشاد باید عذرخواهی کنم که چند دقیقه برنامهشون دیرتر شروع میشه، ولی ارزشش داشت که با آقای مهدی ذوالفقاری باشیم و امیدوار باشیم در سال آینده هم بیشتر با ایشون باشیم. توی برنامه هفته گذشته من یه جایی یه آخوندی رو نشون دادم که ایراد میگیره از آخوندا و اینها، بعد یه چیزی رو میگه به موجیها یه جورایی توهین میکنه، بلافاصله میفهمه و میگه البته موجیها دوستان خود ما هستن. این دوستمون حسین از ایران گفته های سوربی، موجیها مال اون چیزای شیمیایی اینا نیست و اونا اصلا بیچاره یه وضعیتی پیدا میکنن. میگه موجیها مال یه نوع خمپاره هایی بوده که توی جنگ استفاده میکردن و این خمپاره ها وقتی که به اصطلاح خمپاره، میدونید یه چیز خیلی ساده است، یه چیزی رو میندازن داخل یه لوله میره و هر دو تا بچه‌ای میتونن یکشو ببرن این ور اون ور، ولی اینها چون آدمای پلیدی هستن وقتی که درگیر جنگ میشن از هر وسیله سوء استفاده میکنن، حتی از وسیله جنگی و کشت و کشتار هم سوء استفاده میکنن. یه نوع خمپاره های ساخته بودن که این خمپاره ها ایجاد صدا و صوت میکرده، بعد این اگه دیده باشین خود اینا هم وقتی میندازن گوششونو میگیرن، ولی وقتی منفجر میشه اون صدایی که ایجاد میکنه پرده گوش طرفی رو که نمیدونه نمیفهمه این یه دفعه منفجر شده پاره میکنه و از این نظر اصلا به مغزش و به اعصابش و اینها لطمه میزنه، صدمه میزنه. و بعدن این آقا، خب آقا میگیم چون بیشتر اینایی که تو جنگ بودن آقا بود، مرد بود، وقتی مثلا تو خیابون داره راه میره اگه یک کسی پشت سرش یه چیزی بوق بزنه یه صدایی بیاد، اینا به شدت عصبی میشن، ناراحت میشن، به اینا میگن موجی. ممنونم از حسین. حسین جان سعی کن این برنامه های پیامت رو به صورت مرتب بفرستی که منم به صورت مرتب پخش کنم. من امروز بعد از 2-3 روز اومدم روی تلگرام و این رو دیدم. در رابطه با خانم ویدا حاجبی صحبت کردم، یه برنامه هست که ایشون درباره دروغ‌های فرع پهلوی، چون با هم هم کلاس بودن، هم مدرسه بودن، میگه اصلا وقتی ما دوتا تو فرانسه بودیم روزی نبوده که یا اون خونه ما نباشه یا من خونه اونا نباشم، و میگه فرع پهلوی اینجاها دروغ گفته، چون خانم بسیار
خوبی بوده، روان شاد این خانم ویدا حاجبی تعریف میکنه، حتی با اون دختر جوان میگه که من و شما هم اگه بودیم وقتی به یک مقامی میرسیدیم همین جوری مثل فرای پهلوی ممکن بود خراب بشیم، ممکن بود دوستامونو فدای مقام کنیم و الی آخر. دیدن اون فیلم رو بهتون توصیه میکنم. و یه دوستی هم گفت که شما تو یکی از برنامهاتون یه بار گفتید که ما زمان شاه فقیر نداشتیم، پس چجوری فیلم گدایان تهران؟ فیلم گدایان تهران روی اینترنت هست ولی کیفیت خیلی بدی داره. ایشون من گفت حاضر یه پولی بده من پخش کنم، گفتم انقدر کیفیت ضعیفه که نمیتونم، اگر کیفیت بهتری پیدا کنید پخش میکنم. برید ببینید خودتون فیلم گدایان تهران سال 1345 ساختن. میدونید که وقتی یه فیلمی رو میسازن یعنی سالها قبلش اون ماجرا توی جامعه وجود داشته که یه کارگردانی، یه نویسندهی، یه تهیه کنندهی به فکر این میفته که این فیلم رو تهیه کنه و بسازه و هنرپیشه هم میان اون رو بازی میکنن چون درد اجتماع هست. و بازم ممنونم، آقای مهدی ذوالفقاری گفت که مدیا چند تا وظیفه داره، یکی آموزش، دومی آگاهیه که همون به وسیله خبرها رو برسونن، سومی سرگرمی و تنوع و شادی که مردم رو از حالت خمود و خستگی بیرون بیاره. در صورت من باور دارم که مدیای آمریکا و مدیای آزاد قرن 21 وظیفه‌ای در قبال هیچ کس نداره. طرف حالا چه این وبسایت ها و دنیای مجازی، چه ماهواره، چه تلویزیون، وظیفه اونی داره که یه حقوق میگیره. مثلا یکی وظیفش اینه که بیاد خبر رو بخونه چون بهش حقوق داده، یکی وظیفش اینه که مثل آقای حسینی بود کی بود کمدین باشه مردم رو شاد کنه. اینا ماها مدیای نیستیم که وظیفه داشته باشیم چون کسی به ما حقوق نمیده، ولی میتونه خدمت کنه. باز این تفاوت وظیفه با خدمت رو یک کمی جدا کنیم. من میتونم خدمت کنم، آقای ذوالفقاری میتونه خدمت کنه، ایشون خبرها رو میگه آگاهیه، من با همین نالجی کم، با همین دانش کمی که دارم دو تا چی که یاد میگیرم میام به شما میگم، حالا به عنوان معلم، به عنوان دوست، هر چیزی. این آموزشه و اینم بحث خوبیه. سعی میکنم سال آینده بیشتر از این بحث ها داشته باشیم و کمتر دنبال سیاست بریم چون سیاست کثیفه. ولی یادتون باشه پس فردا من کجا هستم، شما کجا هستیم. ببینیم پس فردا شب اینجا جشن باشکوه نوروز میریم و آقای شهاب و آقای متین، اتفاقا امروز یه ویدیویی یه نفر برای من فرستاده بود که آقا چجوری آقای متین رو نمیشناسی، ایشون آهنگ مال خانم هایدرم خونده نوروز آمد و خیلی قشنگ. گفتم خب بده ببینیم، فرستاد ما گوش دادیم خیلی زیبا. حالا پس فردا شب از ایشون میخوام که اون آهنگ رو هم بخونه، نوروز آمد پیروز آمد. و با امید دیدارتون اونجا، با امید اینکه سال خوبی داشته باشید. این برنامه‌های دو سه روز آینده، امروز، فردا، پس فردا، دوشنبه و اینها باید جالب باشه. نظراتتون لطفاً به ما بگید از طریق تلفن. بذارید تلفن رو اینجا نشون بدم دیگه، حالا که دیر شده حسابی. 202-695-2573 هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید پیام بذارید دیگه، از طریق ایمیل info@mardomtv.com یا USA که آمریکا هستیم نقطه وایسید، قاطی نکنید، سوربی جدا، USA جدا، USA نقطه sorbi@gmail.com. و فیسبوک هم دو تا فیسبوک، یکی سوربی عکس خودم اونجاست اشتباه نمی کنید، یکی دیگه هم مردم تیوی. مردم تیوی هم همون فیلم های ما و داستان هایی که می بینید اونجا هست. کانون آوا امروز برنامه داشت، ویدیوی فیلم سیانور رو نشون دادن روی تلویزیون مردم تیوی، روی صفحه فیسبوکشون، روی صفحه فیسبوکمون هست، روی کانون آوا هم خواهد بود. از اینکه با ما بودید یک سال ممنون و متشکرم و امیدوارم سال آینده هم با ما بیشتر باشید. در تلویزیون مردم شما هم میتونید برنامه داشته باشید. بفرمایید شاهد از غیب آمد، این زیرم نوشته، دیگه نمیدونم براتون چی بگم. و اینکه بله، آهان، یه دو تا
فیلمای نوروز براتون هست. منتظر هستم که دوستمون یه سری به صورت آدیو برای دوشنبه ارسال کنه، یک نظرخواهی یا یک ویدیو کوتاهی هست در رابطه با اگر حجاب آزاد بشه تو ایران چی میشه. بعد همون موقع از آقای روحانی سوال میکنن چرا این دخترها یا زنها باید حجاب داشته باشن. اینا رو هم براتون تو این مجموعه گذاشتیم. روز روزگار بر شما خوش، به امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. با ما باشید.